سلام و درود دارم به شما همه هموطنان بسیار عزیزم در داخل و خارج از ایران. در برنامه امروز فردای ایران از تلویزیون ایران فردا خوشحالم که باز هم با شما هستم و بحث امروز من هم مجددا در رابطه با انتخابات. دو روز پیش وقتی که مثل همیشه خبرها رو دنبال می کردم به یک باره برخورد کردم با یک فلاش خبری، خبر فوری از همون خبرهای فوری که بی بی سی در یک کادر قرمز با حروف خیلی خیلی درشت اعلام میکنه، چون همزمان بود به هر حال با حمله امریکا به سوریه و استکهلم و غیره و غیره، بلافاصله که عکس روحانی و صحبت اسم روحانی رو دیدم به یک باره فکر کردم که نکنه مسئله واسه ایران پیش آمده باشه که این فلاش خبری فوری قرمز رنگ درشت از طرف بی بی سی زده شد. بعد دیدم که نوشته که آقای روحانی گفتن به مردم دروغ نگیم. همین فلاش تند خبری فوری همین بود، هیچ چیز دیگه ای نبود. به خصوص منی که الان در فرانسه زندگی میکنم و در دوران انتخابات فرانسه هستم از یکی دو سال پیش به این طرف و مرتب در جریان مسائل انتخاباتی که در 12 روز دیگه انجام میشه، دیدم که خب اگر که بی بی سی میخواست که خبرهای انتخابات فرانسه رو اعلام بکنه، بعد لابد ساختمون بی بی سی هم در لندن خبر فوری فلاش مانند میگذاشت. ولی به هر حال این رسم بی بی سیه که برای جمهوری اسلامی به خصوص طیف اصلاح طلبش هر کاری که از دستش برمیاد میکنه که خبرها رو جلب توجه بکنن. به هر حال من فکر کنم که فصل جدیدی از انتخابات در دوران 38 ساله جمهوری اسلامی آغاز شده. مجدداً ما شاهد این فصل جدید با دختران بسیار زیبامون هستیم، با ناخونهای بلند لاک زده، با آرایش هایی که در برق کمتر هم دیده میشه. به هر حال مجدداً روی اسکیت ها دامنهای آنچنانی میان جلو و تبلیغ انتخابات میکنن. این بار حتما به گفته بچه های ایرانی، حالا نه برای رئیسی جلاد بلکه برای روحانی شیاد، این شعارهایی که داره دنبال میشه. آقای روحانی حالا در همین یکی دو روزه بعد از فلاش خبری بی بی سی میگن به مردم دروغ نگید. من فکر کنم که بسیار بسیار حرف درستیه، به مردم راست بگید، حداقل بگید که در این 2 سالی که 150 میلیارد دلار به ایران آمد، این 150 میلیارد دلار چه شد. من فکر کنم که اینها مسائلیه که مردم باید که بیشتر در جریانش قرار بگیرن. ببینید، بدبختی ما مردم همیشه برخلاف کشورهایی که انتخابات آزاد دارن و مردم دنبال میکنن مسائل رو که به برنامه سیاسی، به عمل کرده یک حزب و گروهی که قبلا بوده و حزب و گروهی که بعداً بخواد بیاد توجه میکنن، ما برامون مثل همیشه در طی این 38 سال گذشته مسئله بد و بدتر مطرح بوده. یه زمانی میگیم که این بهتر از اونه، پس ما مجبوریم که به این یکی بهتره رأی بدیم. به هر حال واقعیت قضیه اینه که باید در انتظار این باشیم که برابری، آزادی تو جامعهمون پیش بیاد، به خصوص در رابطه با زنان ما. میدونید که زنان ما تنها در رأی دادن برابر با مردها هستن، نه هیچ جای دیگه. من فکر میکنم که اگر توی این دوره انتخابات پیش رو نگاه بکنیم، ترفندهای جدیدی مجدداً به وجود آمده. یکی از این ترفندها به هر حال ویدیوی داعش به زبان فارسی است که قصد تهدید ایران رو داره.
حالا چطوری داعش میتونه داعش رو تهدید بکنه البته من نمیدونم، ولی به حال یه زمانی هم هستش که فرزند پدر رو تهدید میکنه، مثل همین داعشی که جمهوری اسلامی رو تهدید حالا کرده. اونا هیچ کدوم عیبی نداره، ولی جز ترفندها به حساب بیارین. من فکر میکنم که ما اگر بخوایم دقیقتر، مشخصتر، روشنتر به این انتخابات نگاه بکنیم، خیلی بهتره که بتونیم به این کارنامه 38 ساله نگاه بکنیم. کارنامه ای که از این 38 سال 27 سالش رو اصلاح طلبان به نوعی در رأس امور بودن. کاری ندارم به این که الان به هر حال اصولگرایان همه جور اصلاح طلبان رو خلع سلاح کردن. دلیل اصلیش هم اینه که حرفی برای گفتن ندارن، برنامه ای برای ارائه دادن ندارن. ولی اگر که دقیق‌تر ببینیم که توی این 38 سال چه گذشته، دوره اول 8 سال آقای موسوی است که نخست وزیر بودن. البته حالا شاید به دلیل آلزایمر، شاید به دلیل مسائل دیگه، البته یه پرانتز باز بکنم، پرانتز بسیار مهمی، من هم در زمره همون افرادی هستم که به شدت مخالف حبس و زندانی کردن افراد هستم و فکر میکنم باید تلاش کرد که آقای موسوی هم از زندان بیرون بیان. این که 100% بحث حقوق انسان هاست، ولی وقتی که به آلزایمر آقای موسوی اشاره میکنم، ایشون یادشون میره که در دوران نخست وزیری ایشون در حال 1,200,000 نفر کشته و معلول جنگ هستند. همون جنگی که ایشون میخواست که تا آخرین مرحله ادامه پیدا بکنه به دستور آقای خمینی. ولی اگر 756,000 کشته جنگ رو بین 10-12 سال تا 24-5 سال رو بخوایم به دلیل اینکه به حال اونها نیستن ندیده بگیریم، ناگزیر 500-600,000 معلول جنگ رو که امروز زندگیشون شاید بهتر از مرده ها نباشه، اونها رو نمیتونیم نادیده بگیریم. اونها به حال بچه های ما هستن، بچه های ما که حتی اگر به خاطر جمهوری اسلامی رفته باشن، معلول شده باشن یا کشته شده باشن، بچه های ما بچه های ایران هم باید که بهشون رسیدگی کرد. نه به این شکل که حالا بنیاد شهید و مستضعفان و بنیادهای شالاتان دیگر دنبال منافع خودشون هستند و اینها رو رها کردن. اگر به کارنامه آقای رفسنجانی، 8 سال آقای رفسنجانی نگاه بکنیم، خیلی به راحتی میبینیم که به هر حال دزدی و فساد و باز کردن پای پاسدارها به امور اقتصادی و قتل‌های خارج از کشور کارنامه درخشان ایشون رو تشکیل میده. کاری ندارم به این که ما به هر حال آدم‌های احساسی هستیم برای این که آقای رفسنجانی در 88 آمدن به طرف مردم، حالا دیگه یک همچین برخوردهایی هم به ایشون میشه و اونها همه به کناره، ولی من کارنامه رو دارم نگاه میکنم. به کارنامه آقای خاتمی نگاه بکنیم، به نظر من مهمترین قسمت کارنامه آقای خاتمی مسئله ناامید شدن جامعه جوان ایران بود، جامعه زنان ایران بود، وقتی که امید به سنگ برخورد کرد. ولی در همون زمان هم ما برمیخوریم به قتل‌های زنجیره‌ای در ایران که واقعی است که مثل همه وقایع شوم و فاجعه آور جمهوری اسلامی از یاد هیچ کس نمیره که به چه شکل آدم ها رو سلاخی کردن در دوران آقای خاتمی و ایشون که میخواست به هر حال بیاد و همه چی رو اعلام بکنه، ترجیح داد که به خاطر باقی موندن نظام هیچ صحبتی رو انجام نده و دفعه دوم هم کاندیدا بشه، آخرش بیاد بگه من تا دارکات چی بودم. همه اینها مسائلی است که من تکرار میکنم که یادمون بمونه، یادمون باشه دوران دومی که آقای خاتمی کاندیداتوری خودشون اعلام کردن در بیروت بود و شیخ حسن نصرالله دست ایشون بالا برد به عنوان کاندیدای دوره دوم معرفی کرد. اینها همه
وجود داره و میشه بهش به عنوان کارنامه نگاه کرد. به دوران آقای احمدی نژاد برمیگردیم که انگار توی این 38 ساله هیچ کس دیگه وجود نداشته، تنها احمدی نژاده که این همه فساد و دزدی و غیره و غیره رو مرتکب شده. ولی من یه سوال دارم، آقای لاریجانی رئیس مجلس میگن که 860 میلیارد دلار در زمان آقای احمدی نژاد از بین رفته، دزدی شده، اختلاس شده. آقای روحانی میگن 700 میلیارد. حالا باید دید که این 150 میلیارد این وسط چه بلایی سرش آمده. ولی من یک سوال دارم، اگر فقط 2 میلیارد دلار از این 850 میلیارد دلار آقای احمدی نژاد به تنهایی دزدی کرده بود، الان به سلامه میکشیدنش. بیاین ببینیم که چرا کارنامش بسته میشه. برای اینکه کل نظام در اینجا دخالت داره. این مسئله مسئله کل نظامه، مسئله شخص احمدی نژاد نیستش که حالا هر بلایی هستش میگیم که احمدی نژاد به وجود آورده. بیاین بیشتر به این قضیه نگاه بکنیم. آقای روحانی که مرتب در مورد احمدی نژاد صحبت میکنن، بیان بگن که در دوره 8 ساله آقای احمدی نژاد ایشون خواب بودن که بیان حرفی رو بزنن. ایشون که همیشه از ارکان نظام بودن از روز اول تا به الان. آقای روحانی رو نگاه بکنیم، 4 سالی که به هر حال به قیمت ترکمنچای قرن 21 برای ایران به وجود آمد، به قیمت گورخوابی و به قول اعضای دولت خود ایشون فروش بچه ها در شکم مادرها به وجود آمد، و همزمان همبرگر فروشی به وجود آمد که همبرگر رو 250 هزار تومن میفروشه، و بستنی فروشی به وجود آمد که بستنی رو 400 هزار تومن میفروشه. اینها کجاست؟ کجا با هم دیگه آقای روحانی تطبیق میکنه؟ بیایم به مردم راست بگیم. شما حرفتون این قسمتش درسته، دروغ به مردم نگیم. من فکر میکنم که تنها کاری رو که میشه به نوعی مردم انجام بدن، اگر توقع از مردم نکنیم، توقع رو از اپوزیسیون هم داشته باشیم که در این مدت چه کرده، ولی اگر حداقل کار رو به مردم برگردیم، به نظر من یک سوال بیشتر باقی نمیمونه. اون سوال اینه که آیا میشه نیامد تو جامعه، نمیدونم به دلیل سرکوب به آقای خامنه ای فوش داد به اون به این به اون، ولی میشه که حداقل نرفت رای داد، حداقل اون خانم های زیبا انگشتاشون رو نشون ندن، حداقل میدونیم که امروز دیگه مسئله شناسنامه و مهر کردن و پاسپورت دیگه مطرح نیست. این حداقل رو بیستیم جلوش که رژیم بهره برداریشو نکنه. همیشه با این بد و بدتر، با اینی که این بهتر از اون یکیه، میان به نفع رژیم که نشون بده که مردم باز هم آمدن. یه خورده فکر کنیم. سپاسگزارم.